Hey everyone, امیر here again and I hope you are all doing great. سلام به همگی، امیر هستم، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. بچه‌ها امروز قراره یه سری فریزا یاد بگیریم با هم که دیگه کمتر بگیم goodbye, bye bye. دیگه اینقدر از goodbye استفاده نکنیم وقتی میخوایم یه بحثی رو تموم کنیم یا میخوایم خدافظی کنیم. خیلی فریزای بهترم هست. goodbye خیلی مستقیمه، بعضی وقت ناراحت کننده است، حالت عصبی داره. goodbye ولی خیلی فریزهای قشنگتر و خودمونیتر هست، هم فرمال هم این فرمال، قرار امروز با هم بررسیشون کنیم. فقط یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید. Let's go. خب فریز اولی که میتونید استفاده کنید به جای اینکه هی بگید goodbye bye، این بچه ها goodbye خیلی بعضی جا میتونه بیادبی باشه، خیلی مستقیم میتونه باشه. خب جاش چیا میتونی استفاده کنی؟ مثلا میتونی بگی see you next time. see you next time یعنی که دفعه بعد میبینمت. یا مثلا میتونی بگی see you later. see you later. okay, I gotta go. see you later. do you have anything to say? no. okay, see you later. see you next time. دفعه بعد میبینمت. بعدن میبینمت. see you later. حتی بعضیا اینا رو خلاصه تر میکنن. بچه اینا یه ذره اینفورمال ها، با رئیستون نمیتونید اینجوری صحبت کنید. به جای که بگن see you later میگن see ya. see ya. اون you دیگه نمیگن، میگن see you. you رو یا میخونن. see ya. see ya یعنی که میبینمت. یا مثلا حتی خلاصه تر see you later رو میگن later. later. بچه اینجا later نباید بگید، اینجا تی صدای دی میده. اوکی؟ see you later یا later این تلفظ نیتیو و قشنگشه. see you later. یا مثلا فقط میتونی بگی later، ولی باید لحنت لحن خدافظی باشه دیگه، نگی later این یعنی که میخوای یه چیزی مثلا اعلام کنی، later یعنی بعدا من قراره این کار کنم. ولی وقتی با این لفظ میگی later یعنی که خدافظ، بعدا میبینم اتون. اوکی شتیف. See you. Yeah. See you later. See you later. Bye. I hope you feel better. See you. See you later. یا حتی میتونی بگی talk to you later. بعدا باهات صحبت میکنم. بعدا با هم صحبت میکنیم. I will talk to you later. Okay. خیلی راه اینکه میتونی غیر مستقیم خدافظی کنی. Look, I'll talk to you later. Okay. Okay, pal. Goodbye. I'll talk to you later. فریز بعدی میتونی بگی catch you later. catch you later یعنی که بعدن همدیگر رو میبینیم. catch up with someone یعنی که به کسی رسیدن. I catch up with you. okay. catch you later یعنی که بعدن باز هم میبینیم، بعدن به هم میرسیم. یا مثلا میتونی بگی catch you on the flip side. catch you on the flip side. side که میشه بچه یک وجهی از یک چیزی دیگه، یک بخش از یک چیزی. flip میشه برعکس. اون برای قصه میبینمت، فردا میبینمت. مثلا الان معمولا برای اینکه مثلا بخوای بگی فردا میبینمت یا مثلا امروز روزه یا شبه، میخوای بگی فردا شب میبینمت. خب میتونی بگی catch you on the flip side. میتونی هم زمان مشخص نداشته باشه، فقط بگی catch you on the flip side. For example, okay, I'm finished. I gotta go. catch you on the flip side. میگه که خب من کارم تموم شده، میخوام برم، بعدن میبینمت. That's the whole kit and caboodle. catch you later. So on earth, catch you on the flip side. I'll catch you later. You go have a great time. فریزی که میتونی جای رسمی استفاده کنید، فرمال، پیش رئیستون، پیش چه میدونم، کسی که موافقتونه میخواید بگید، میگید have a good day sir. have a good morning. have a good day کلی تره. خب مثلا شما صبح میتونی بگی، ظهرم میتونی بگی، تا عصرم میتونی بگی، ولی آخر شب نمیگی have a good day، میگی have a good night. ولی اول صبح، اول روز میتونی بگی have a good morning، صبح خوبی داشته باشید. have a good day، کلی روز خوبی داشته باشید. have a good afternoon، have a good evening، have a good night. اینا خودش خیلی رسمی و داری برای طرف یه آرزوی خوب میکنی دیگه، ان شاءالله روز خوبی داشته باشی. ما هم فارسی میگیم روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. دیگه فقط نگی اوکی گود بای، این قشنگ و رسمی نیست. یا حتی میتونی بگی have a good one. have a good one این یعنی که یک روز خوب رو داشته باشی، هر تایمی از روزم میتونی بگی، صبح، ظهر، بعد از ظهر، شب.
به جای have a good day have a good morning میگی have a good one. اینجا one که اومده مخفف یک روز خوب با اتفاقهای خوبه. ما اگه بخوایم زندگیمون رو به روزهای مختلف تقسیم کنیم میگه ان شاءالله یه خوبش رو داشته باشی، یک روز خوب رو داشته باشی. Have a good one. Alright, it was really nice to meet you. Have a good night. Take it easy. Have a good morning, sister. Sister. Have a good one, guys. Have a good one, professor. یه ذره بیایم پایین‌تر، یه ذره کژوالش کنیم، یه ذره اینفورمالش کنیم. میتونی بگی به رفیقات اوکی، take it easy. یا میتونی بگی take care. چیزی که من آخر ویدئوام میگم، معمولا میگم until the next time، تا تایم بعدی take care، یعنی که مراقب باشی، حواستون به خودتون باشه. take care or take it easy، اینو بین رفیقات میگی دیگه، داری خدافظی میکنی. اوکی take care، take it easy. دیگه به رئیست نگی take care، take it easy. اوکی for example tomorrow morning I'm gonna hit the road، I wanna go on a trip. رفیقت هم میگه که من فردا میخوام بزنم به جاده، میخوام برم مسافر. رفیقت هم میگه اوکی take care. این یعنی که هم خدافظ، همین که مراقب خودت باش. ما هم فارسی میگیم اوکی مراقب باش، خدافظ. دیگه هی نگه اوکی گود بای، میخوام برم مهمونی. اوکی گود بای، فردا پرزنتیشن دارم. اوکی گود بای. Take it easy. Take it easy dude. Oh yeah. I know. یه سری دیگه هم هست، اینا دیگه خیلی خودمونی، حالت اسلنگ داره. این پسرهایی که دیدین فاقبازای بلند میپوشن، لباسای گشاد و از این لشا و تا زانو میاد اینجوری اینجوری راه میرن، یه کلا کپ هم گذاشتن، اینجوری میان میگن پیس اوت. پیس اوت یعنی که پیس به معنی صلح دیگه، پیس اوت. میخوام برن، معمولا استایلشون اینجوری هیپ هاپیه، میگن پیس اوت، یعنی که خدافظ، خدا نگهدار. میگه خیلی خودمونیه. نری به رئیست بگی یا به رئیست برگرده بگی که پیس اوت، اونم میگه آره بیا زارت، یه دونه میزنه نفهمی از کجا خوردی. پیس اوت. یا حتی مخفف و مخففش میتونی بگی پیس. پیس یعنی صلح. خب من خودش به معنی خدافظی کردن. اینا دیگه خیلی معمولا اونور بین خودشون استفاده میشه. No. Peace. Nice. Yeah, nice. Peace out, Holmes. Peace out. Peace out. از این سلام میتونی استفاده کنی. I'm out of here. I'm out of here. Or I'm out. اینو معمولا جایی استفاده میکنی که نشستی مثلا دوستات دارن راجع به بحثی صحبت میکنن، تو دوست نداری بشنوی، خوشت نمیاد از موضوع کانورسیشن، داره اذیتت میکنه، حالا راجع به خاطرات گذشته است یا هر چی، میگی I'm out of here. I'm out. من اینجا میرم. من نیستم. خیلی مثبت نیست. خب بین رفیقات استفاده میکنی. اوکی. Okay. I'm out of here. I'm out. دیگه میخوام برم، خدا نگهدار. از این فریز هم میتونید استفاده کنی. I'm out of here. I'm out of here. I quit. یه فریز آخرم که میتونید مثلا استفاده کنید، میتونید بگید till the next time. Until the next time. دیگه سه نقطه چیزی بعدش نمیگی. Till the next time مثل همون later میمونه. Later. Till the next time. تا زمان بعد. تا بعدن. تا بعد مثلا. حالا take care هم آخرش میتونی بگی، میتونی نگی. Till the next time. اینکه تا بعد. Thank you for watching guys. اینم یه سری اصطلاحات خیلی کوتاه و مختصری بود که میتونید به جای goodbye استفاده کنید. خب چیزایی که من خودم خیلی استفاده میکنم، معمولا see you later، take care، catch up with you later با دوستام، خیلی کمتر از لفظ goodbye استفاده میکنم. شما هم سعی کنید اینا رو خودتون عادت بدید، چون اعتماد به نفستون رو توی conversation بالاتر میبره. بازم یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید و به دوستاتون معرفی کنید. Till the next time. Take care.